با نام هستی بخش جهان خدمت خانم ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. من دکتر محمد سهیمی هستم و خوشحال و سپاسگزارم که بار دیگر در خدمت شما هستم و راجع به وقایع مهم و خبرهای مهم ایران با شما صحبت می کنم. امروز پنجشنبه 19 آبان 1390 مطابق با 10 اکتبر سال 2011 میلادی است. طبق معمول چند خبر کوتاه راجع به ایران داریم و بعد راجع به یکی از مهمترین مسائلی که کشور ما در جامعه بین‌المللی با اون روبروست با شما صحبت میکنم. مهمترین خبر یک هفته گذشته در مورد ایران و همینطور در سطح جهان خبر گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد برنامه اتمی ایران بود. این گزارش روز سه‌شنبه پریروز منتشر شد و از در واقع از 10 روز قبل از اینکه منتشر بشه مورد بحث روزنامه‌ها و محافل بین‌المللی بود. قبل از اینکه گزارش منتشر بشه مطبوعات گزارش داده بودن که این گزارش نشون خواهد داد با قاطعیت تمام که ایران در واقع در راه ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌داره و مدارک غیر قابل انکاری در اون وجود داره. به همین دلیل زمزمه ها و صحبت های بسیار زیادی بود که اگر اینطور باشه عکس العمل جامعه بین‌المللی به خصوص آمریکا و متحدان اون و همطور اسرائیل در برابر گزارش چه خواهد. ولی وقتی که گزارش روز سه‌شنبه 9 اکتبر منتشر شد برخلاف اون چیزی که مطبوعات گزارش داده بودن گزارش به اون صورتی که گفته میشد نبود. گزارش مثل همیشه از دولت ایران جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود، یک سری موارد رو ذکر کرده بود که در مورد این موضوع با شما صحبت خواهم کرد، ولی به اون شدت و حدتی که مطبوعات گزارش دادن نبود و اصولا گزارش حتی نزدیک به این هم نشده بود که اعلام کنه که ایران در راه ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌داره. در این حال به نظر من گزارش حاوی نکاتی بود که میتونه مورد انتقاد شدید قرار بگیره که راجع به اونها صحبت خواهم کرد. از جمله اتهاماتی بود که بعضی از اونها دست کم بعضی از اونها به نظر میرسه بی اساسه و یا لااقل در این مرحله به طور قاطع نمیشه راجع به اونها اظهار نظر کرد. گزارش آژانس در داخل ایران و در خارج از ایران عکس‌العمل‌های زیادی رو برانگیخته. در داخل ایران به عنوان مثال آقای آیت الله علی خامنه ای گفتن که اگر این گزارش باعث بشه که به ایران حمله بشه ما هر حمله ای رو با مشت و با سیلی و مشت پولادین جواب خواهیم داد. آقای حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان که روزنامه ای است که در واقع نظرات آیت الله خامنه ای رو منعکس میکنه و مرتب برای آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی پرونده سازی میکنه اعلام کرد که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در واقع کلمات دقیق رو بخوایم به کار ببریم گزارش لطف خدا بود. یعنی در واقع به نظر آقای حسین شریعت مداری گزارش نشون میداد که ایران برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیزه و در راه ساختن سلاح هسته‌ای نیست. آقای رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه گفتن که ما پشت صحنه این گزارش‌های سیاسی رو که آقای یوکی آمانو مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منتشر می‌کنن رو فاش خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که آقای یوکی آمانو در واقع ابزار دست کشورهایی شده که دارای سلاح هسته‌ای هستن. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کردن که این مسئله هسته‌ای برای ما مسئله حیثیتی است و ما از این مسئله نخواهیم گذشت. و در سطح بین‌المللی خب البته روزنامه ها و مجلات و همطور تحلیلگران، سیاستمداران اینها عکس‌العمل‌های بسیار وسیع رو نشون دادن. نکته جالب در مورد این گزارش این بود که در مورد عکس‌العمل در برابر این گزارش این بود که عکس‌العمل دولت آمریکا به نظر می‌رسید خیلی معتدل است. همونطور که عرض کردم قبل از که گزارش منتشر بشه مطبوعات گزارش داده بودن که آمریکا و متحدانش و همینطور اسرائیل از این گزارش استفاده خواهند کرد تا وضعیت رو برای جمهوری اسلامی بسیار سخت‌تر کنند. ولی از موقعی که گزارش منتشر شده به نظر میرسه که موضع آمریکا در این مورد یه مقدار معتدله و شاید هم دلیلش اینه که خب آمریکایی‌ها از وقایعی که در سال 2002-2001 در مورد عراق اتفاق افتاد شاید درس لازم رو گرفتن و معتقدن که نباید
راجع به اینجور گزارش ها عکس‌العمل شدید نشون میدن، به دلیل اینکه خود گزارش هم در مورد بسیاری از شهادت و قرائنی که راجع به صحبت میکنه تردید داره. بهترین شاهد برای این موضوع کلماتی است که در گزارش به کار میره. این مثلا گزارش در بسیاری از جاها کلماتی نظیر احتمالاً probably یا ممکنه، ممکنه ضعیف یعنی مثل might، یا ممکنه قوی مثل may، یا کلماتی مثل که مثل از قبیل میتونه اینطور باشه could or can، و یا از کلمه alleged یعنی که مثلا ادعا شده ولی ثابت نشده خیلی استفاده کنید. یعنی شما گزارش رو بخونید میبینید که در این گزارش در تمام 25 صفحه که این گزارش وجود داره، خود گزارش حدود 6 یا 7 صفحه است و 17-18 صفحه باقی مونده در واقع اون گزارش الحاقی است در مورد بعد محتمل نظامی برنامه هسته ایران. و همونطور که عرض کردم اکثران آمریکا در این مورد مقدار زیادی معتدل بوده. طرفداران اسرائیل و خود دولت اسرائیل هم که تا قبل از اینکه گزارش منتشر بشه به شدت در مورد این گزارش تبلیغ میکردن که این گزارش نشون میده که جمهوری اسلامی کاملا در راه ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌داره و حتی خیلی به اون نزدیکه، بعد از انتشار گزارش یه مقدار به اصطلاح اون تونشون، اون صداشون یه مقدار معتدل‌تر شد. از طرف دیگه آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هشدار دادن که حل مسئله ایران نظامی نیست و مسئله هسته ایران رو باید با مذاکره حل کرد. آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه هم همین صحبت ها رو بیان کردن، گفتن که مسئله ایران، مسئله هسته ایران مسئله است که باید با از راه دیپلماتیک حل بشه و هشدار دادن بر علیه حمله نظامی به ایران. دولت آقای نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه که چندین بار از احتمال حمله نظامی به ایران صحبت کردن، اعلام کردن که مسئله هسته ایران فقط راه حل دیپلماتیک داره و راه حل نظامی نداره. و به همین دلیل به نظر میرسه که این گزارش در واقع وقایع و تفسیرهایی که قبل از انتشار گزارش در مطبوعات و وبسایت ها و دیگه منتشر شد، از خود گزارش خیلی سخت‌تر و قوی‌تر و اصطلاح شدیدتر و غلیظ‌تر بود. این یکی از خبرهای مهم بود که دوباره به اون برمیگردم، چون این خبری است بسیار مهم، به خصوص که می‌خوام راجع به خود گزارش راجع به اون صحبت کنم و نکاتی که در مورد گزارش هست رو خدمت شما عرض کنم، چون به نظر من مسئله مهمیه. خبر مهم دیگه راجع به ایران اعلامیه‌ای است که از طرف 120 نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و روشنفکران ایرانی چند روز گذشته منتشر شد. این 120 نفر در اعلامیه اعلام کردند که اولا از به هیچ عنوان تحت هیچ عذر و بهانه‌ای حمله نظامی به ایران رو قبول نخواهند کرد و ثانیاً به دولت جمهوری اسلامی شدیداً انتقاد کردند که به دلیل سرکوب مردم، نقض حقوق بشر، فساد مالی شدید، سیاست‌های نابخردانه در سطح بین‌المللی و غیره کشور رو در جایگاه خیلی بدی قرار داده و ملت ایران رو ایزوله کرده. این اعلامیه‌ای بود که بسیار عکس‌العمل خیلی وسیعی داشت، در سطح خیلی وسیعی منتشر شد. خود بنده یکی از 120 نفری بودم که نامه رو امضا کردم. متن فارسیش هم وجود داره، متن انگلیسیش رو خود بنده ترجمه کردم و در وبسایت تهران بیورو که در اینترنت هست قرار دادم که اگر اونجا به اونجا مراجعه کنید اعلامیه را خواهید دید. و این به نظر بنده در متن و فهوای کلام اعلامیه 120 نفر کاملا انطباق داشت با صحبت‌ها و عرایضی که بنده در چند هفته گذشته در همین برنامه خدمت شما عرض کردم. و اونی که ما اولا باید با هر گونه حمله نظامی یا به اصطلاح لیبیزاسیون مسئله ایران مخالفت کنیم، ولی در این حال همونطور که مخالف حمله نظامی هستیم از نظر بنده، خب مخالف حکومت جمهوری اسلامی هم هستیم
راجب تمام جنایتایی که در ایران اتفاق میفته باید با صدای بلند صحبت کنیم، باید از مجامع بین‌المللی قابل اعتبار، نه از هر دولت و از هر سازمانی، چون خیلی از اینها لااقل از نظر من هیچ گونه اعتباری ندارن که بخوان در این مورد هم صدای مردم ایران بشن، ولی از جاهای جوامع بین‌المللی که داره اعتبار در سطح جهان هستن کمک بخوایم، بخصوص از اونها بخوایم که صدای مردم فرو ریخته مردم ایران بشه که توسط حاکمیت به شدت سرکوب شدن و در نتیجه نمیتونن صدای خودشون رو از داخل ایران به خارج بفرستن. خب این مهمترین اخبار ایران در عرض هفته گذشته بود، از پنجشنبه شب گذشته که من در خدمت شما بودم. حالا دوباره اگر اجازه بدید برمیگردیم به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای راجع به ایران. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای راجع به ایران به دو بخش تقسیم شده. شما اگر گزارش رو میتونید از سایت خود آژانس یا در وبسایت تهران بیورو که اونجا بنده مقاله می‌نویسم پیدا کنید و بخونید. در ضمن چند ساعت بعد از اینکه گزارش آژانس منتشر شد بنده تحلیل خودم راجع به گزارش آژانس به طور مفصل نوشتم و به صورت یک مقاله در وبسایت تهران بیرو هست. اگه به اون وبسایت مراجعه کنید مقاله بنده رو اونجا خواهید دید. گزارش آژانس هم تو که عرض کردم به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول راجع به تأسیسات هسته‌ای کنونی ایران هست، تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فردو نزدیک قم که هنوز به مرحله غنی‌سازی نرسیده، یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در سطح پایلوت، یعنی در سطح نیمه صنعتی کوچیک، بعد کارخونه تبدیل اورانیوم و فعالیت‌های دیگه هسته ایران، و همینطور اجرا کردن تعهدات ایران در قبال قراردادهای بین‌المللی که امضا کرده. مهمترین نکته این بخش از گزارش آژانس در مورد ایران اینه که آژانس یک بار دیگر مثل همیشه تصدیق میکنه که هیچ گونه انحرافی از برنامه هسته ایران صورت نگرفته، یعنی تصدیق میکنه که در مورد تمام اون تأسیسات هسته ایران که شناخته شده هست و ایران به آژانس معرفی کرده و تحت بازرسی و کنترل دقیق آژانس قرار داده، هیچ گونه انحراف از اهداف صلح‌جویانه مسالمت‌آمیز به طرف اهداف غیر مسالمت‌آمیز انجام نشده، و بنابراین لااقل تا اونجایی که ما راجع به تأسیسات شناخته شده ایران میدونیم همه چیز تحت کنترله و به قول معروف هیچ خبر مهمی نیست. این یک بخش اول گزارشه. البته در همین جا هم آژانس به نظر بنده چندین نکته هست که میتونه مورد انتقاد قرار بگیره. این گزارش آژانس این حتی این بخشش که تصدیق میکنه که انحرافی در مورد برنامه هسته ایران صورت نگرفته قابل انتقاده. چه نکاتی دا قابل انتقاده؟ اولا به نظر بنده لحن گزارش های آژانس در مورد ایران از موقعی که آقای یوکی آمانو مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شدن در اول دسامبر سال 2009 به شدت نسبت به لحن گزارش‌های آژانس در زمانی که آقای محمد البرادعی مدیر آژانس بودن عوض شده. زمانی که آقای محمد البرادعی مدیر آژانس بودن لحن گزارش‌های آژانس در مورد ایران حالت تکنیکی، علمی و تکنولوژیکی داشت، یعنی گزارش‌ها همیشه می‌گفتن که ما این تأسیسات رو بررسی کردیم، این گزارش رو دادیم، اینها رو اندازه‌گیری کردیم، و اگر خب نکته‌ای راجع به برنامه‌های ایران بود که مورد انتقاد بود، این نکات به طور واضح و روشن بیان می‌شد. از موقعی که معذرت می‌خوام آقای آمانو به مدیر آژانس رسیدن در اول دسامبر، این لحن عوض شده، لحن یه مقدار زیادی سیاسی‌تر شده، لحن یه مقدار زیادی شاید بتونیم بگیم به یه نوعی خشن‌تر شده و با گزارش‌های زمان آقای البرادعی خیلی فرق می‌کنه. به عنوان مثال اولین گزارش آقای یوکی آمانو در مورد ایران در فوریه سال 2010 دادن تا به حال، در تمام گزارش ها آقای یوکی آمانو از این موضوع صحبت میکنه که ایران ممکنه مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای مخفی و اعلام نشده داشته باشه که باید راجع به اونها به آژانس توضیح بده. خب این به نظر من یک بحث است کاملا سیاسی، بدن اینکه آژانس این اتهام رو وارد میکنه و در این حال هیچ گونه مدارک و شواهد قرائن راجع به وجود چنین مواد هسته‌ای و وجود چنین تأسیسات هسته‌ای رو نمیده.
اگر این موضوع این اتهام درست باشه، یعنی واقعا ایران مواد هسته‌ای داشته باشه که پنهان کرده باشه و یا تأسیسات هسته‌ای داشته که پنهان کرده باشه، خب این نقض بسیار بزرگی از طرف ایران در قبال تعهدات بین‌المللی خودش در قبال مسئله هسته‌ای است. ولی چون آژانس هیچ موقع راجع به این موضوع شواهد و قرائن و مدارک رو ارائه نمیده، این موضوع فقط حالت حدس و گمان داره و حالت فشار سیاسی داره. این به خودی خود به نظر من یکی از نکات قابل انتقاده. در همین گزارش هم که آژانس روز سه‌شنبه منتشر کرد، در جایی که تصدیق میکنه که هیچ گونه انحرافی در تأسیسات شناخته شده ایران از اهداف مسالمت آمیز به اهداف غیر مسالمت آمیز انجام نشده، مسائل رو مطرح میکنه که اصولا در رابطه با ایران نمیتونه درست بشه. به عنوان مثال ایران در نزدیکی عراق یک کارخونه ساخت چند سال قبل که الان مشغول کاره که در اون آب سنگین تولید میشه. آب سنگین رو در واسه راکتورهای آب سنگین به کار میبرن و راکتورهای آب سنگین کاری که میکنن علاوه بر اینکه انرژی تولید میکنن، پلوتونیوم هم درست میکنن و مصرف عمده پلوتونیوم در واقع در رابطه با ساختن سلاح هسته ای است. حالا نکته مهم در اینجا اینه، آژانس در گزارشش میده که ما ایران به ما اجازه نمیده که از کارخونه آب سنگین دیدن کنیم. به هم داری ما تنها راه به دست آوردن اطلاعات در مورد کارخونه آب سنگین ایران تصویرهایی که توسط اقمار مصنوعی به دست میاریم و این تصویرها نشون میده که کارخونه آب سنگین ایران در حال کار هست و مشغول کاره. حالا نکته‌ای که در اینجا مهمه اینه که اصولاً کارخونه آب سنگین جزء تعهدات کشوری که پادمان ایمنی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته امضا کرده نیست. یعنی اصولاً آب سنگین جزء مواد هسته‌ای به کار نمیبره. آب سنگین فقط وقتی اهمیت پیدا میکنه که یک راکتور هسته‌ای که آب سنگین رو استفاده میکنه وجود داشته باشه. ایران راکتوری که با آب سنگین استفاده کنه رو وجود در ایران وجود نداره. ایران مشغول ساختن یک چنین راکتوری هست ولی چنین راکتوری به این زودی ها سر کار نخواهد آمد. خود گزارش آژانس که منتشر شده میگه که نزدیکترین زمانی که این راکتور ممکنه شروع کنه به کار کردن اواخر سال 2013 میلادی، یعنی حدود دست کم دو سال دیگه است. بسیار از کارشناسا معتقدن که این حتی این خیلی خوشبینانه است و این راکتور زودتر از سال 2014 یا 2015 شروع به کار نخواهد کرد. یعنی در واقع ما میتونیم بین 2 تا 4 سال از شروع کار راکتور هسته‌ای دور باشیم. تا زمانی هم که راکتور هسته‌ای که آب سنگین به کار میبره وجود نداشته باشه، مشغول کار نباشه، صحبت کردن راجع به خود آب سنگین موضوعی نیست که موضوع هسته‌ای باشه. یعنی آب سنگین فقط در رابطه با راکتور آب سنگین میتونه مواد هسته‌ای به شما بیاد و اگر نباشه اصلا بحثی درش نیست و این جزء اصطلاح قرارداد و توافق سیفگارد یا ایمنی که ایران در 1974 با آژانس امضا کرد نیست. بنابراین این که ما بگیم که ایران در این مورد به ما اجازه نمیده، خب این باز هم یک بحثی سیاسی است، واسه فشار سیاسی است. در اینجا یک نکته رو من میخوام خدمت شما عرض کنم و اونیه که وقتی که صحبت‌های از این قبیل رو من مطرح میکنم، هدف در واقع دفاع از موضع ایران نیست. به نظر منده دولت جمهوری اسلامی تأثیر و نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن فشاری که بین‌المللی که روی ایران در مورد برنامه هسته‌ایش داره بازی کرده. یعنی در واقع ایران نقش بسیار مهمی رو بازی کرده و همه تقصیرها رو نمیشه به گردن جامعه بین‌المللی انداخت. به عنوان مثال بارها و بارها آژانس از دولت ایران راجع به مسائل مختلف هسته‌ای سوال کرده. دولت ایران اول جواب نداده، بعد وقتی هم که اعلام کرده که حاضر جواب بده ماها طول کشیده تا جواب داده و خود همین موضوع باعث شک شده. بسیاری از موارد موقعی بود اتفاق افتاده که از دولت ایران سوالی در یک موضوع هسته‌ای شده، ایران ماها طول کشیده جواب داده، سوء ظن جامعه بین‌المللی برانگیخته شده، ولی وقتی که جواب اومده و آژانس قانع شده متوجه میشیم که در واقع مسئله مهمی هم نبوده و در واقع این معطلی و عدم شفافیت دولت ایران خودش
یک نقش بسیار مهمی رو در این رابطه داشته. در این حال خب واضحه وقتی که به عنوان مثال آقای احمدی نژاد راجع به اسرائیل صحبت میکنه یا واقعه تاریخی هولوکاست رو انکار میکنه و یا رهبران را منتب اسرائیل حمله میکنن، اگر اون حملات رو که در واقع به نظر من فقط حالت شعار داره ولی خب از نظر جامعه ملی ممکنه اینطور نباشه، وقتی اون حملات رو در کنار برنامه هسته ایران قرار میدیم، خب این جامعه ملی رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین به نظر بنده دولت ایران نقش بسیار مهمی رو در به وجود آوردن این جو داشته. ولی وقتی که ما این نکات رو میخونی و به عنوان مثال بنده عرض میکنم که این تقاضایی که آژانس در مورد به عنوان مثال کارخونه آب سنگین از ایران داره جزء اصول و تعهدات ایران نیست و بنابراین این تقاضای بیموردیه، اینو از این دید بیان میکنم که اگر ما نکات اینچنین رو در گزارش‌های آژانس برای جامعه روشن نکنیم، این گونه تقاضاهایی که درست هم نیست، قانونی هم نیست، قانونی از لحاظ تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال برنامه هسته‌ای قانونی هم نیست، میتونه دستاویزی باشه واسه سختگیری بیشتر به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی بلکه به ملت ایران، و حتی در نهایت میتونه باعث حمله نظامی به ایران بشه. بنابراین موضع کسایی مثل بنده که این گزارش ها رو مورد تحلیل و تجزیه و تحلیل قرار میدن و از بسیار از مواردش ممکنه انتقاد کنن، و انتقاد کسایی مثل بنده انتقادهای سیاسی نیست بلکه در واقع انتقاد کسایی مثل من در انطباق تقاضاهای آژانس با ایران با تعهداتی که دولت جمهوری اسلامی و حتی بیشتر از اون دولت شاه در برابر آژانس داشته، و که اینها باید روشن بشه. بدانید که اگر اینها روشن نشه، همونطور که عرض کردم، اینا میتونه دستاویز برای تحریم‌های بیشتر و حتی جنگ بشه. بنابراین این موضوع، این مواضع کسایی مثل من دست کم از موضع ضد جنگ، از موضع اینه که جامعه راجع به موضوع آگاه بشه و متوجه بشه که اشتباهاتی که در این گزارش ها هست و دروغ‌هایی که مطبوعات تندرو در آمریکا در قبال این موضوع میگن باعث در نهایت باعث جنگ نشه. یادمون باشه که در مورد عراق بسیار از این مسائل مطرح شد، یادمون باشه که حتی دولت پرزیدنت بوش به کنگره آمریکا در فوریه سال 2003 رفت و به دروغ گفتش که دولت آمریکا آگاهی پیدا کرد که دولت عراق از نیجر خواسته اورانیوم وارد کنه که در ساختن سلاح هسته‌ای به کار بره. یادمون باشه که آقای دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا بین سال 2001 و 2003 مرتب از این گفتش که از این صحبت میکرد که ما این رو میدونیم که صدام حسین برنامه هسته‌ای خودش رو دوباره شروع کرده، و این در حالی بود که هم آقای محمد البرادعی که اون موقع مدیر آژانس بودن و هم آقای هانس بلیکس که مدیر سابق آژانس بودن مرتب راجع به این صحبت میکردن که نخیر اینطور نیست و آژانس به بازدیدها و بررسی های برنامه هستی عراق پرداخته و ادامه میده و تا به حال هیچ گونه شواهد قرآنی پیدا نکرده. بنابراین این موضع این گونه اشخاص نظیر منده از دیدگاه تحلیلی که ما نسبت به این گونه گزارشات داریم موضعی است انتقادی و برای جلوگیری از جنگ. یعنی این موضع بنده موضعی است از دید ضد جنگ بودن و آگاهی جامعه برای اینه که متوجه بشن که بسیار از موارد گزارش های آژانس قابل انتقاده و حتی بی‌پایه است، از جمله همین موضوعی که خدمت شما عرض کردم. در این حال خب ما اگر به برنامه هسته ایران نگاه کنیم چند جنبه داره که این رو میشه مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال سوال اول این که آیا اصولاً تولید برق و انرژی از طریق راکتورهای هسته‌ای در ایران مقرون به صرفه هست یا نیست؟ به نظر بنده هست، نه تنها من فکر میکنم اینطور است بلکه خیلی کسای دیگه هم فکر میکنن اینطور است، به خصوص با توجه به اینکه قیمت نفت هم ایران حدود 90 تا 100 دلار در هر بشکه است و احتمالی هم وجود نداره که این قیمت نفت به قیمت نفت پایین سالها قبل مثل 25 دلار یا 30 دلار در بشکه برسه. بنده در سال 2004 میلادی یک تحلیل اقتصادی کامل از بهای تولید انرژی در ایران از طریق انرژی هسته‌ای، نفت و گاز چیزهای دیگه انجام دادم، گزارشش هست، هم در مجله هاروارد اینترنشنال ریویو به چاپ رسید و هم در وبسایت‌های ایرانی که در اون نشون دادم که اگر قیمت نفت از بشکه حدود 40 دلار بالاتر بره، نه تنها تولید انرژی و برق در ایران توسط راکتورهای هسته‌ای مقرون به صرفه است، بلکه میتونه باعث اندوختگی بسیار زیادی برای کشور بشه.
این یه موضوعه، ولی موضوع دیگه‌ای که دولت جمهوری اسلامی همیشه این رو با موضوع تولید برق در ایران قاطی میکنه و به اصطلاح همه رو یک پارچه میکنه، غنی‌سازی اورانیوم در ایرانه. اونهایی که راجع به برنامه اتمی ایران از نزدیک آشنایی دارن و این موضوع رو دنبال کردن مثل من، میدونن که ایران به اندازه کافی ذخایر اورانیوم نداره که بتونه اورانیوم بسازه. البته ایران مقداری اورانیوم داره و این مقدار اورانیوم برای حدود 7 راکتور میتونه، راکتور هسته‌ای میتونه بین 10 تا 15 تا سوخت فراهم کنه، ولی این مقرون به صرفه نیست. بدانید که اولا عمر مفید یک راکتور 10 یا 15 سال نیست، عمر مفید یک راکتور معمولا بین 40 تا 50 ساله. ثانیا دولت ایران همیشه ادعا کرده که میخواد 20,000 مگاوات برق توسط راکتور هسته‌ای تولید کنه. 20,000 مگاوات اگه بخواد تولید بشه، معنیش اینه که 20 تا راکتور نظیر راکتور بوشهر باید ساخته بشه، چون راکتور بوشهر 1000 مگاواتی است و بنابراین ما 20 راکتور در ایران باید بسازیم. خیلی خوب، اگه بخوایم 20 راکتور رو بسازیم، اون وقت با ذخایر اورانیوم که در ایران وجود داره نمیتونیم سوخت اینها رو تامین کنیم. و حتی اگرم میتونستیم برای 20 راکتور تامین کنیم، برای یک مدت کوتاه بود و بعد از اون این تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم دیگه به درد نمیخورن. به درد میخورن از این نظر که اگر نظام سیاسی حاکم در ایران به همین شکلی که هست باقی بمونه، هیچ دولت خارجی مثل استرالیا که ذخایر مهم سنگ اورانیوم رو داره حاضر نخواهد که به ایران سنگ اورانیوم رو بفروشه و بنابراین تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم خواهد خوابید. بنابراین غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ موقع مسئله اقتصادی نبوده. خود بنده هم در از سال 2003 که راجع به برنامه هسته ایران مقالات بسیار مفصلی نوشتم، هیچ موقع اصولا به اقتصادی بودن مسئله غنی‌سازی نپرداختم، بدانی که میدونم که این مسئله اقتصادی نیست و هیچ موقع نگفتم که این کار درستیه. تنها چیزهایی که من همیشه راجع به این موضوع صحبت کردم اینه که حالا صرف نظر از که اقتصادی هست یا نیست، به هر حال یک تاثیر غنی‌سازی اورانیوم در ایران وجود داره و باید دید که آیا ایران در قبال تعهدات بین‌المللی خودش در مورد غنی‌سازی اورانیوم عمل میکنه یا نمیکنه، و اگر میکنه باید ببینیم که آیا آژانس هم اینو تصدیق میکنه یا نمیکنه، تا اینکه این موضوع باعث جنگ نشه. یعنی این باز همونطور که عرض کردم این از موضوع ضد جنگه. در غیر این صورت اشخاصی مثل من هیچ‌وقت معتقد نبودن که غنی‌سازی اورانیوم در ایران اقتصادی است. اگه شما به مقالات بنده، من از سال 2003 تا به حال حدود دست کم 50 مقاله راجع به این موضوع نوشتم، اگه شما به مقالات بنده مراجعه کنید میبینید که حتی یک بار هم بنده راجع به این موضوع نگفتم که این موضوع در ایران اقتصادی است، بلکه فقط نکاتی که راجعش می‌نوشتم از این موضوع بوده که آیا ایران به تعهد خودش عمل کرده و اگر عمل کرده آژانس باید اونها رو گزارش بده، تصدیق کنه، تا بهانه‌ای نشه برای اونهایی که می‌خوان برای ایران جنگ راه بندازن. به هر حال این قسمت اول آخرین گزارش آژانس در مورد ایرانه. قسمت دوم گزارش آژانس در مورد ایران که به اصطلاح بخش مهم و مورد بحث مطبوعاته، عنوانش هست ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران. در مورد این موضوع آژانس بسیار مفصل صحبت میکنه و حتی بسیار مفصل تر از قسمت اول که خدمت شما عرض کردم. چیزی که آژانس در اینجا میگه اینه که ایران تا سال 2003 یک برنامه مدون داشته، کامل بوده از هر جهت، که سعی میکرده که سلاح هسته‌ای رو، نمیگه که سعی میکرده سلاح هسته‌ای تولید کنه، میگه که برنامه مدونی داشته که تمام ابعاد لازم رو که برای ساختن یک سلاح هسته‌ای هست رو مورد مطالعه قرار میده. و بعد آژانس در گزارش خودش میگه که این در سال 2003 میلادی رهبران ایران دستور توقف این برنامه را دادن، و دلیلی هم که آژانس میاره اینه که میگه که چون اوضاع امنیتی در عراق باعث نگرانی رهبران ایران شده بوده دستور توقف دادن، که البته خب مقصود آژانس از اوضاع امنیتی در عراق حمله آمریکا در ماه مارس سال 2003 میلادی به عراق بود. اگر تو باشه، خب اول وقتی که آمریکا به عراق در ماه مارس 2003 میلادی حمله کرد، خیلی به راحت تونست بغداد رو تصور کنه و حکومت صدام حسین رو سرنگون کنه، و خب واضحه که
اون راحتی اولیه دو سه ماه اولیه که حتی باعث شد آقای پرزیدنت بوش روی عرشه ناو هواپیمابر آمریکا در سان دیگو بیسه و بگه که مأموریت ما انجام شده، باعث نگرانی رهبران ایران شد. کما اینکه در اکتبر سال 2003 میلادی آقای خاتمی قرارداد سعدآباد رو با کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان امضا کردند که بر طبق اون قرارداد سعدآباد ایران متعهد شد که پروتکل الحاقی پادمان ایمنی خود با آژانس رو به طور داوطلبی به اجرا در بیاره. اجرای داوطلبی این باعث شد که آژانس بتونه به ایران بره، تحقیقات بسیار وسیع رو در مورد برنامه هسته ایران انجام بده، به طوری که آقای محمد البرادعی قبل از اینکه از مدیریت آژانس کنارگیری کنن در آخر نوامبر سال 2009 در یک مصاحبه گفتن که در کل تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هیچ برنامه هسته‌ای هیچ کشوری به اندازه برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی، تحقیق، بازرسی و چیزهای دیگه قرار نگرفته. که خب البته از این طریق بود که آژانس تونست یک تصویر نسبتا روشنی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران که در دهه 80 و دهه 90 اتفاق افتاده بود و به مقدار زیادی هم مخفی بود به دست بیاره. در گزارش آخری که آژانس منتشر کرد دو روز پیش، آژانس به همین موضوع اشاره می‌کنه، میگه در سال 2003 این برنامه متوقف شد. خیلی خوب، حالا اونهایی که یادشون هست میدونن که در ماه نوامبر سال 2007 میلادی هم 16 سازمان جاسوسی اینتلیجنس آمریکا اون گزارش معروف نشنال اینتلیجنس استیمیت رو به دولت آقای بوش تحویل دادن، اون به اصطلاح گزارش برآورد برنامه هسته ایران. در اون گزارش که در سال 2007 میلادی بود، آژانس مثلا خب این نشنال اینتلیجنس استیمیت گفته بود که اینها معتقدن، سازمان های جاسوسی آمریکا معتقدن که ایران تا قبل از سال 2003 میلادی یک برنامه داشته که به دنبال مطالعه برای تولید ساخت سلاح هسته‌ای بوده، ولی در سال 2003 متوقفش کرده و میتونن با اطمینان سطح بالا بگن که این برنامه دوباره شروع نشده. در ماه جون، یعنی چند ماه قبل، آقای سیمور هرش، روزنامه‌نگار متشخص آمریکا، یک مقاله بسیار مهمی رو در نیویورکر به چاپ رسوندن و گفتن که اون نشنال اینتلیجنس استیمیت سال 2007 در واقع سال گذشته آپدیت شده، دوباره بروز شده به اصطلاح، و در ماه فوریه سال قبل، یعنی حدود 9 ماه قبل، به دولت آقای اوباما تحویل داده شده. این گزارش برخلاف گزارش سال 2007 میلادی در دسترس عموم قرار نگرفت، ولی اونطور که آقای سیمور هرش گزارش میدادن، اون گزارش بروز شده دوباره بر مواضع سازمان های جاسوسی آمریکا ایستادگی کرده و گفته که هنوز هم ما معتقدیم که برنامه‌ای برای ساختن تولید سلاح هسته‌ای در ایران وجود نداره و رهبران ایران هنوز تصمیم نگرفتن که آیا میخوان سلاح هسته‌ای بسازن یا نه. و در این حال آقای سیمور هرش از زوایای دیگه ای رو گزارش میده که مطبوعات معمولی گزارش نمیدن. آقای سیمور هرش به عنوان مثال در مقاله خوش گفته بود که سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با مامورانی به داخل ایران فرستادن و در جاهایی که ایران به عنوان تاسیسات هسته‌ای اعلام نکرده بود ولی مظنون می‌بود که ممکن بود فعالیت‌های هسته‌ای مخفی داشته باشه، سنسورها و وسایل دیگه گوشتن تا ببینن آیا میتونن به عنوان مثال نمونه برداری کنن از محیط زیست اطراف اون. میدونیم که این نمونه برداری‌ها همون از همون نوع نمونه برداری‌هایی است که به اصطلاح بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تاسیسات هسته‌ای انجام میدن. این نمونه برداری ها از طریق این سنسور بسیار دقیقه، به طوری که این نمونه برداری ها میتونن اگر یک ذره هسته ای در یک میلیارد ذرات غیر هسته ای باشه، این نمونه برداری ها میتونن اونها رو کشف کنن، ولی بسیار دقیقن. آقای سیمور هرش گزارش داده بودن که این جاسوس ها به اصطلاح ماموران آمریکایی و اون همدستان داخلیشون بسیاری از این سنسورها رو در جاهایی که مظنون به اونها هستن کشتن و ولی با وجود این هیچ گونه شواهد و قرائنی به دست نیاوردن که ایران تاسیسات مخفی هسته‌ای داره و در اونها مشغول تولید سلاح هسته‌ای است. آژانس هم در واقع اینو تایید میکنه و میگه که بعد در سال 2003 متوقف شده، ولی چیز جدیدی که در گزارش آژانس هست اینه که میگه که بعضی از جنبه‌های اون برنامه که در سال 2003 متوقف شده ممکنه به صورت تحقیقاتی دوباره شروع شده باشه و در واقع اون بخش اصلی گزارش آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران راجع به همین موضوعه. یعنی اگه این موضوع که حالت تحقیقاتی داره بذاریم کنار، در واقع خود آژانس اون نشنال اینتلیجنس استیمیت آمریکا رو تایید میکنه، میگه که اینها در سال 2003 متوقف کرده بودن.
خیلی خوب. حالا چه برنامه‌ای هست که آژانس نسبت به اونها مظنونه؟ یکی از مواردی که ذکر کرده بود یا ادعا کرده بود این بود که ایران احتمالاً آزمایش هایی رو با مواد منفجر با قدرت خیلی بالا در پارچین انجام ده. اونهایی که با ایران آشنا هستن هنوز یادشون هست که در ایران ما چه کارخونه ها و چه وسایل داشتیم، میدونن که پارچین جایی است که ایران از دهه 1950 کارخونه هایی هستن اونجا که برای ارتش ایران به اصطلاح امیونیشن، یعنی به اصطلاح مواد منفجره، گلوله، باروت و اینجور چیزا میسازن برای سلاحهای معمولی، برای سلاحهای غیر هسته‌ای. در سال 2005 و 2006 آژانس ظاهرا گزارش هایی دریافت کرده بود که نشون میداد که ایران در پارچین آزمایش هایی کرده با مواد منفجره معمولی ولی با قدرت بالا. حالا چرا این موضوع مهمه؟ برای اینکه اگر بخوان سلاح هسته‌ای رو به مرحله بحرانی یا کریتیکال برسونن، به طوری که اون واکنش هسته‌ای صورت بگیره، اول یک انفجار خیلی قوی با مواد منفجره عالی باید صورت بگیرن تا اون محفظه جایی که اون مواد هسته‌ای هست به شدت کامپرس بشه به اصطلاح، و اون وقت اون نوترون‌ها شروع کنن به مواد هسته‌ای خوردن، مواد هسته رو شکندن و واکنش هسته‌ای رو آغاز کردن که به منجر به انفجار هسته‌ای میشه. بنابراین آزمایش کردن با مواد منفجره غیر هسته‌ای ولی با قدرت خیلی بالا میتونه ربط به مسائل هسته‌ای داشته باشه. آژانس معتقد بود که همونطور که اسکن در سال 2005-2006 گزارش‌هایی به آژانس رسیده بود که حاکی از اون بود که ایران ممکنه این کارا رو در پارچین انجام داده باشه. آژانس از ایران تقاضا کرد که به پارچین بره و پارچین رو مورد بررسی قرار بده. ایران اول این تقاضا رو رد کرد. دلیلش هم خیلی خیلی واضح و به نظر من خیلی قانونی بود که حتی آژانس هم به این نکته اشاره کرده بود در اون موقع، و اون این بود که تأسیسات پارچین تأسیسات غیر هسته‌ای هستند و چون غیر هسته‌ای هستند شامل تعهدات ایران در مورد پادمان ایمنی، سیفگارد اگریمنت نیستند. ولی بعد از مدتی چون آژانس اصرار کرد، دولت ایران اجازه داد، اینها رفتن اونجا و بازدید کردن و نکته‌ای رو پیدا نکردن، یعنی هیچ چیز مظنونی رو پیدا نکردن. حالا در گزارش جدید آژانس، با وجودی که آژانس تصدیق می‌کنه که بازدید شده و چیزی هم پیدا نکرده، آژانس هنوز معتقده که ایران در اونجا ممکنه با مواد هسته‌ای، مواد منفجره غیر هسته‌ای ولی با قدرت بالا آزمایش‌هایی رو در گذشته انجام داده باشه. دلیل نکته جدیدی که در این گزارش هست اینه که اگر بخوان اون آزمایش انجام بده، معمولا کاری که میکنن یک محفظه‌های فولادی خیلی بزرگ و محکم میسازن. چرا؟ به دلیل اینکه انفجارات داخل این محفظه‌های فولادی خیلی محکم انجام میشه تا بتونن از قدرت خرابسازی به اصطلاح انفجار جلوگیری کنن، یعنی در واقع انفجار رو بتونن کنترل کنن. و آژانس گزارش میده که فکر میکنه که یک محفظه فولادی بسیار قوی توسط ایران ساخته شده و در جایی در پارچین قرار داره، ولی نمیگه که این رو از کجا میدونه و برطبق چه اطلاعاتی به دست داده. و همونطور که عرض کردم در سال 2005 و 2006 آژانس در واقع دیدار کرده بود از اونجا و چیز رو پیدا نکرده. نکته مهم دیگه که در مورد گزارش آژانس هست اینه که تمام اتهاماتی که به ایران یا تمام به اصطلاح الیگیشن هایی که در مورد ایران در گزارش هست، آژانس راجبش متذکر نمیشه، ولی همه اونها بر مبنای یک کامپیوتر لپتاپیه که ظاهراً در سال 2004 میلادی از ایران روبوده شده، به خارج برده شده، به ترکیه برده شده و در ترکیه تحویل سرویس های جاسوسی غرب قرار داده شده. این گزارش سالها پیش اومد، سالها پیش گزارش شده بود که یک لپتاپ که حاوی 1000 صفحه گزارش و در واقع پریزنتیشن در مورد برنامه هسته ایران هست روی این کامپیوتر بوده. این کامپیوتر رو یه نفر دزدیده و آورده بیرون و تحویل سرویس های جاسوسی داده. در 22 فوریه سال 2008، از سال 2004 تا فوریه سال 2008، با وجودی که کم و بیش گزارش های راجع به این هم در مطبوعات آمریکا و هم در مطبوعات اروپا به عنوان مثال مجله اشپیگل منتشر شد، آژانس این موقع راجع به این موضوع اصلا صحبتی نکرد. بدانید که در اون موقع می‌خواستن ببینن که اون تأسیساتی که ایران به عنوان تأسیسات هسته‌ای اعلام کرده آیا به اصطلاح نقض تعهد تأسیسات ایران انجام شده یا نه. در 22 فوریه سال 2008 آژانس اعلام کرد که 6 مورد نقض تعهدات ایران رو که در سال‌های گذشته
مشخص کرده بوده با ایران بحث کرده و اون 6 مورد نقص کاملا به طور رضایت بخش توسط ایران برای آژانس توضیح داده شده و در مورد اونها دیگه هیچ مسئله وجود نداره. اگر مسئله اینجا خط پیدا میکرد، اون وقت برنامه هسته ایران در جایگاه خیلی عادی قرار می گرفت، چون تمام مسائل حل شده بود. ولی درست 2 روز بعد از اون گزارش آقای محمد البرادعی، معاون ایشون در مورد امور ایمنی یعنی آقای آلی هاینونن که اهل فلان هستن و همه جان برای این که بگن که خیلی بی‌طرفن، همیشه ذکر میکنن که ایشون اهل فلان هستن، چون فلان کشوریست بی‌طرف، یک گزارش به شورای حکام آژانس داد درست 2 روز بعد از گزارش آقای محمد البرادعی. گزارش ایشون اون موقع بر مبنای همین کامپیوتر لپتاپ بود که در اون در مورد 4 پروژه صحبت شده بود: پروژه 5، پروژه 110، پروژه 115 و مثلا 111 و پروژه 3-5. پروژه 5 راجب پروژه گرین سالت یا نمک سبز بود، نمک سبز یا گرین سالت در واقع یورانیوم هگزافلوراید، مثلا میگم تترافلوراید، که یک نوع مواد هسته‌ای هست که به اصطلاح موادی که بین یورانیوم هگزافلوراید که در غنی سازی به کار میره و مواد اولیه اورانیوم هست. پروژه 111 ظاهرا در مورد این بود که کلاهک هسته‌ای بسازن و موشکی بسازن که این کلاهک هسته‌ای رو بتونه هم کنه و وارد جو بشه، و پروژه آخر در مورد همین مواد منفجره با قدرت بالا بود. آقای آلی هاینونن در مورد گزارش دادن که آره این پروژه ها بوده و اینا در لپتاپ کش شده، ولی جریان لپتاپ بعدها توسط بسیاری از متخصصین مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال آقای گریت پورتر که خبرنگار خیلی برجسته هستن و از زمان جنگ ویتنام راجع به اینجور مسائل مقاله نوشتن، یک مقاله حدود 50 صفحه نوشتن و در اون تمام محتوا ادعایی که در این مورد شده بود رو رد کردن. خود بنده هم در سال 2008 یک مقاله نوشتم که در اون بحث کردم که این جریان لپتاپ نمیتونه درست باشه. حالا این جریان لپتاپ بعد از اون گزارش آقای آلی هاینونن دوباره کنار گذاشته شد تا این گزارش آقای گزارش آژانس که 2 روز پیش منتشر شد که دوباره تمام اون اتهامات رو مطرح کردن، با این تفاوت که آژانس در این گزارش آخر سعی کرده شواهد قرائنی رو ارائه بده که بر طبق اونها برخی از اون برنامه‌هایی که در اون لپتاپ ظاهرا بوده، که البته بنده معتقد نیست اصلا لپتاپی وجود داشته، هنوز ادامه داره، که یکی از اینها مهمترین همین آزمایش با مواد منفجره با قدرت بالا بود. موضوع دیگه ای که آژانس بهش اشاره کرده بود که ایران مدل سازی کرده برای طراحی کلاهک هسته‌ای، ولی در این حال خود آژانس در گزارشش معتقده که خب اینها میتونن راجع برنامه موشکی ایران ولی غیر اتمی هم باشن، چون ما میدونیم که ایران برنامه موشکی خیلی وسیعی داره، شهاب 2، شهاب 3، شهاب 1، و نه تنها اینو پنهان نمیکنه بلکه راجعش خیلی هم ادعا داره و خود آژانس هم تصدیق میکنه که این به اصطلاح این برنامه وجود داره. به هر حال مسائلی از این قبیل در گزارش منتشر شده. اگر مایل باشید میتونید به سایت ترامبیرو تشریف ببرید، اونجا تحلیل بنده رو خواهید دید. و اگه بخوایم به طور کلی بخوام جمع‌بندی کنیم، چون وقت برنامه به پایان رسیده، باید عرض کنم که اولا گزارش اونطوری نبود که ادعا میشد. ثانیا یکی دو موضوع به نظر من در گزارش هست که ایران باید توضیح بده، نه به دلیل اینکه از لحاظ قرارداد ایمنی با آژانس تعهد داره، بلکه به دلیل سیاسی متحده که باید این کار بکنه، چون اگر جمهوری اسلامی ادعا میکنه که دنبال ساختن سلاح هسته ای نیست، دو موضوع هست که آژانس بهش اشاره میکنه که همین مدل سازی ها و یک موضوع دیگه است که در تحلیل بنده خواهید دید، که به نظر من ایران باید راجع به این موضوع توضیح بده. و در واقع به نظر بنده تمام این گزارش هایی که قبل از انتشار آژانس وجود داشت، در واقع به وجود آوردن یک هیجان کاذب بود برای اینکه تحریم های شدیدتر بعدی رو بتونن در مورد ایران توجیه کنن. متاسفانه وقت برنامه‌مون به پایان رسیده. اگر لازم باشه هفته آینده در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد و همینطور بحث هفته آینده رو در مورد لیبیزاسیون مسئله دموکراسی در ایران ادامه خواهم داد. خوشحال و سپاسگزارم که وقتی زحمت خودتون رو به تماشای برنامه بنده اختصاص دادید. تا هفته آینده ساعت 8 شب که دوباره در خدمت شما خواهم بود، روز و روزگار و شما خوش و شیرین باشه. خدا نگهدار.
برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.